بر به برنامه خوش آمدین. خانم فرید، دلیل مراجعه نکردن این خانواده به نهادهای عدلی و قضایی چی بوده؟ من فکر میکنم قبل از اینکه ما به این بپردازیم که چرا این خانواده یا عدم مراجعه از این خانواده به نهادهای عدلی و قضایی چی بوده، به این فکر کنیم که در اینجا دو قتل صورت گرفته. قتل نظم جامعه را برهم میزنه. در قانون جزای افغانستان از بین بردن نفس یا قتل جرم است. پس پلیس، سارنوالی و نهادهای عدلی و قضایی که باید برای مسئولیت جامعه از ارتکاب جرایم اقدام کنند، چرا هیچ نوع اقدام صورت نگرفته؟ دلیل امی است که موجود وجودیت فساد گسترده اداری در داخل ارگانهای عدلی و قضایی در تیب عدلی افغانستان بالاخره سبب ازی شده که دو قتل توسط یک فرد صورت گرفته به ادای خواهر از اینا، بازم هیچ ارگان اقدام به دریافت فاعل فعل نکرده. و عدم مراجعه از این خانم به ارگانهای عدلی و قضایی در رابطه با جرایمی که پسر از این انجام میداد و همچنان برای دست آوردن حقوقش، من فکر میکنم یکیش عدم آگاهی از این خانم از موجودیت چنین نهاد است، دوم پایین بودن سطح فرهنگی جامعه، ترس از این خانم از اقارب نزدیک، ترس از این خانم از جامعه و بالاخره ترس از این خانم باز هم از پسرش که ایره هم از بین میبره، چنانچه دید که هیچ نهاد مسئول نیست که جلو ارتکاب جرایم پسرش بگیره. از یک سو پس خود عدم آگاهی از این خانم هم سبب شده که ای به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه نکنه. از سوی دیگه وقتی میدید که هیچ کس نیست که اینا را در جامعه حمایت کنه، این خود سبب میشد که هرچی بیشتری خانم بی‌اعتماد شد. از سوی دیگه خود سطح پایین فرهنگی در بین خانواده از اینا و در بین اقارب از اینا هم سبب شد که هیچ کس مسئولیت احساس نکنه. ممنون استاد. آقای شریفی، قتل در شریعت چی حکم دارد؟ او هم قتل محارم و مو خون شریک که اون قسمی که اینا گفتن برادر خواهرش کشته، برادر کلانش. از نظر شریعت قتل حکم قصاص داره. قاتل باید به پنجه قانون سپرده شوه و قانون درباره او اجرا شوه. اما در شرایطی که ما و شما به سر میبریم، مجرمین با کمال آرامش روحی جرم انجام میده یا قاتل قتل انجام میده به خاطر این است که مطمئن است که در این کشور قانون اجرا نمیشه. یکی از دانشمندان، یک اروپایی است، میگه که عدالت در جهان بدون اعمال قدرت مظلوم است و زور بدون عدالت ظلم. خود قانون از خود چیز کار ساخته نمیتونه. قانون باید مجری داشته باشه. شریعت هم اگر اجرا نشوه، خب احکام شریعت تعطیل میمانه. بنابراین باید مراجع زیرک در اجرای قانون و در اجرای احکام شرع اقدام جدی به عمل بیاره و اگر بخواهیم مثلا در جامعه عدالت تأمین شود و حقوق انسان ها تأمین شود، تنها آگاهی دادن به یک انسان کافی نیست. اگر مراجع اقدام اجرایی نکنه، یک انسان آگاه به قتل میرسه، یک انسان آگاه میشه قاتل شوه. پس بنابراین آنچه که مهم است در جامعه برای تأمین تمامی حقوق افراد یک جامعه، عمل کردن به قانون و اعمال قانون است و اجرای قانون است. ممنون آقا شریفی. خانم مرخیل، این اعمال و خشونت نقض حقوق بشر نیست؟ مطمئنن زمانی که ما شما از حق صحبت میکنیم یا از حقوق بشر صحبت میکنیم، هر فرد حق داره که باید آزاد زندگی بکنه، بدون یعنی در یک خانواده که هاری از اهمال خشونت بالای زو باشه زندگی بکنه. چرا وقتی که ما قضیه را از جریانش شنیدیم، طبیعی است که بالای زینا هر نوع خشونت اهمال شده و اینا نتونستن واقعا از همون حقوق حقیقی خود به حقوق حقیقی خود دسترسی پیدا بکنن و بالاخره متقبل شدن تمام خشونت را، تا اینکه اینمی خشونت ها منجر به فوت اعضای خانواده از اینا شده. طبیعی از زمانی که یک فرد بالا یک فرد دیگه ظلم میکنه، هیچ گاهی باید از فرد که مظلوم واقع شده او ظلم متحمل نشه، به دلیل از اینکه ما شما انسان هستیم. زمانی که یک فرد انسان باشه، اراده داشته باشه، عقلانیت داشته باشه و این موضوع را درک بکنه که نمی عمل کردش یک عمل کرده غیر قانونی است و هیچ کس حق ازیره نداره که بالا یک فرد که در بین خانواده زندگی میکنه، در سطح اجتماع باشه زندگی میکنه، حق انجام ظلم یا حق ظلم کرده
گفتن بالای زو نداره و طبیعی است که یک موضوع تمام که ما قسمی که ما شما شنیدیم یک نقض سری حقوق بشری است و در حق از اینا واقعا نقض صورت گرفته و اینا میتونن که هنمو زمانی که یک فرد که سبب ائتلاف حق از اینا شده باید به پنجه قانون سپرده شود تا اینکه عدالت در مورد از اینا تامین شود و از ائتلاف حقوق بشری از اینا جلوگیری به عمل بیاید. آفزا جان، خب برادر تام به قتل رسید، توسط برادرت و خواهرت توسط برادرت به قتل رسید، وضعیت خودت و مادرت هم رای برادر چه قسم بود؟ شما در چه قسم یک وضعیت زندگی میکردین؟ آیا خوشینت خاتمه یافت یا ادامه داشت؟ چه قسم بود؟ نه، هنوز دوام داشت. میشه قصه کنی چه قسم؟ خوشینت وارد رو که از بین برد سرمه شروع کرد. من که مکتب می رفتم پس می آمدم، یک حاضری در مکتب داشتم، دو حاضری مکتب بود، دو یک حاضری دیگه در خانه داشتم. بس خوشم نداده بسیار شد، بس بیادرم بسیار خواستگار پیدا می کرد. بر خودت خواستگار پیدا می کرد؟ و خواستگار می کرد، دروازه نشان می داد، خودشان دور استاد می شد. بس اینا که می آمدن، مادر خدا می گفتم، من می فهمیدم سر از یا که من قمی می گفتن، من می فهمیدم سرشم. که ایت کار پیشنهاد کردن که ایت از خانه گم کنیم بفروشیم. چرا خواستگار برد پیدا میکردن؟ چرا میخواستن که تو آرسی کنی؟ چرا شلق بودن که تو باید آرسی بکنی؟ به خاطر که زیادتر پول زیادتر به دست میآوردن، میخواستن از او تویا نبیگیرن. بله ها. بزر کسی که میامد ما او را دیگه مادر خدا چی میکردم؟ گوشا میکردم، میگفتم روش کنی قبول نکنی تا که تن در جان مست متر داده زیده سزیا نمیمانم. هر کسی جواب میدادم به زمین در گوش برادرم رسیده بود، نفر اول برده بود که اینی رقم میکنه جواب میده. باز برادرم من را شان پیش خود گفت تو قدر شدی که تو نفر از خانه من جواب میدی، دیگه نشنام از دانت که تو کس را جواب بدی. دیگه من بسیار در اون لحظه ترسیده بودم که بسیار ترسیده بودم که نزنه مرا، باز بسیار دست زدن داشت. و او روزی شد که اتو نفری رو بنامه پیدا کده بود که همزی هموطن ما هست دالی هم کو نفر افتانه دختر داشت بچه نداشت، من دو میخواست بودم. مادرم قبول نکد. چند ساله بود تو آدم؟ مادرم بسیار بدرم کده او کلان بود. در حدود چند بود میشه بگی؟ شاید 40-50 باشه مرا به او میداد. مادرم قبول نکرد، حتی به من واضح نگفت که تینی رقم نفر تو رو به این میتم. من به جریان نمون، مادرم گفت این دختر دلش سروی هیچ تاثیر میکنه که من او قدر شدیم که من دوید یک نفر مرا میتم که اشتباهی هم دست مسئل نزده که مرا به او میتم. مادرم بلاخره بچه گفت نیمه دختر خود نمیتم به این مساید نیست. گفت من نمی میتم دیگه. من گفتم میتم سرگاه بیم گرد نزن. بازو تو روز شد که مادر من از خانه کشید. بارها مادرت از خانه کشید؟ بله. چرا مادرت از خانه کشید؟ بار از دستش میگیرم، دستش از طرف مامایش کش میکرد. میگفت بخی برو، چی ششتی بین ما مداخله کرد رئیستی؟ پس کل اگه شوارش میمور از تو مرده، بخی برو شوار کو. مادرت هم میگفت؟ بله، برادرم میگفت. باز نگفت نه، من صرف به خاطر دخترک خود شیشتیم، من نمیخواییم دخترک من امت از دستیم بره. بارها از دستش کش میکنم، میگفت بخی برای از خانه، بخی کل اگه شوارش میموره، تو چی برچی شیشتی ده اینجا؟ با اون روز شد که مادر من از خانه کشید. مادر پروش خدا سعی کرد با بچه اگر میخوای گفت چشماش پراه شد برامد رفت. چی گفت؟ برامد رفت، نفهمیدم کجا رفت و کجا سپری کرد. اون شب من کاملا تنها که ماندم. از برادرم بار به اتاق که من خواب میکنم به اتاق میامد، بچهش میامد و کدام عمل انجام ندن. مثلا چی عمل؟ تو چی میخواستی بکنی؟ اونو چی میخواستن؟ چی فکر میکردن که تو میکنی؟ اونا میرون فکر میکنن که نره و خانه ایلا کنن نره، ترس داشتن که فرار نکنی. بله ها. بس کاکای من رو پیش من دمو اتاق من بر استراحت چی کرد، گفت تو همینجا باش پیش از این، من در اتاق می باشم. من شب تا صبح دیگه بیدار بودم، شب 12 بجه شب بود که سر چای آب رفتم. چای ما... بس کاکایت هم کمکتا نمی کرد؟ بختر کاکایت گفت اونجا بود. نه خیر، کاکای من تا او رو به من نشان می داد، من بر اونا می گفتم. می گفتم مگه مادر من در این خانه نباشم؟ من این خانه رو ایلا کنم میرم، من این شیشتنی نیستم، من مادر خود شما می خواهیم. یک دفعه خداوند مرا یتیم کرد که حق خدا گرفت، این دفعه شما مرا یتیم کردین.
یک چند وقت پیش هم زی چی بود که مرا مکتب مرا گفته اون مدیر معلم سرمعلم که بچه‌م تو بسیار خوشونه دیدی، بسیار به اندازه خوشونه دیدی، مگر مو تو روز اینا شد معلم از جریان خانواده تان خبر داشتن، از قصه خانواده تان خبر داشتن، بهشون گفته بودی؟ بله، بخاطر که همشهری من در اون مکتب میرفت و بسیار تو خوشونت خانوادگی رو بسیار دیدی، نیکی که در وقت تو یک کار رو نکنی که نام مکتب ما بد نشه. ما اینا رو کلشان مدیر و معلم سرمعلم کلشان گفتم هیچ واده در من خود راضی استم، مگم به نام بدی نی. گفتم من هیچ واده او کار رو نمی کنم و نمی خواهیم بکنم. اموم شب که من تنها موندم، شب صبح کدم صبح وقت پیش از اینکه من خانه همشیرین برم خانه دیگه همشیرین بهش زنگ زدم، گفتم خوار جان اینی گف شده مادر من از خانه کشید دیگه، دیدار به قیامت من میرم ارسون که رفتم میرم دیگه، مرم ببخش دیگه. همشیرین گفت این جای نری خوار جان، خانه من بیا دیگه. اما از اینجا راست خانه همشیرین رفتم، خانه همشیرین که رفتم کلشان دیگه تو برخطا دیگه برشان قصه کردم، گفتم این دیگه گالر چده دیگه، من زندگی نمیخوایم، من میرم مال مادر خود پیدا میکنم هر جایی که هست. بس از اینا یک چیز تلویستم، گفتم یک دانه چل با همشیرین قصه کردی که خودت به اون مرد میداد و خودت به زنی داشتی؟ بس گفتم بس انجونی ازشان گفتم من یک دانه چادری بیتین دیگه هیچ چیز نتین، من میرم دیگه مرسون که رفتم بس میرم بخشش باشه دیگه. یه خوشش گفت خوار ما گفت، گفت بچه این کس ورخطا شده جای خود بلد است، ورخطا شده خود رسان من نمیتونم، توی رو ببر به اون جایی که رفتنی است امونجا برسان. باز من چادری رو گرفتم. خود کجا میخواستی بری؟ کجا رفتنی بودی؟ چادری رو گرفتم رسان مکتب رفتم. مکتب که رفتم همه کتاب های مکتب همه وسایل های مکتب برشان تسلیم کردم. بر مکتب به معلم مدیر قصه کردم، جریان ماندم، گفتم این یک غلط آمده سری من، شما برای من رهنمایی کنید من کجا برم. اینا دیگه چپ ماندن گفتم بچه ما در مسائل خانوادگی چی نمیتونیم مداخله کنه نمیتونیم. گفتم یک کمک کمرای میتونیم، گفت بگو. گفتم ده بجه رخصتی مکتب است، من را اشت بجه بانیم که من زنجه برم. گفت کجا میخوایی که بریم؟ گفتم میخوایم برم در دولت خود تسلیم کنم. گفتم این کمک امرات میتانیم. بازم هشت بجه من از مکتب برامدم در حقوق بشر رفتم. در حقوق بشر که میرفتم که اونجا مادر خود دیدم. مادر خود که دیدم مادر من میخواست که جلب گرفته خانه بره که من از خانه بیاره. اونجا مادر خود دیدم و اونجا جریان ماندم قصه را. باز یکی از مسئله خانه امن آمد و ما مادرم به یکی از خانه های امن عالی هستیم. تشکر. آقای شریفی در رابطه به ازدواج این خانم دیدگاه شریعت چیگونه هست و تفاوت سنی هم که وجود داره و ضمناً امکوف بودن چی نظر دارید؟ یکی از مهمترین مسئله این است که رضایت طرفین یکی از موارد بسیار مهم است. طرفین عقد باید راضی باشد و دوم این که طرفین عقد از نظر شؤونات زندگی و مسائل اجتماعی و موقعیت های اقتصادی و از نظر سنی هر دویش با هم همکف و برابر باشد و اگر برابر هم نباشد یک طرفش راضی شد و باستم مشکل برطرف می شود. اما عدم رضایت و نبودن همکف باعث تحقق ازدواج نمی شود و ازدواج باید با رضایت طرفین و با کمال خوشی و پسندیدن اخلاقی یک دیگر صورت بگیره. ممنون زنده باشین آقای شریفی. خانم عمرخیل، آمار ثبت شده از خشونت در برابر زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به چی تعداد است؟ تا این سال جاری، یعنی سه رو به سال اول که گذاشته، با تاسف که خشونت علیه زنان آمار ارقام بالای خود داره که در تنها در دفتر صحاوی کابل از بیش از 700 قضیه ما ثبت و راجستر داریم. مگر این به سطح افغانستان در نظر بگیریم که از هر دفتر صحاوی ولایتی ما زمان که آمار ارقام وصلات میکنه به مرکز، طبیعی است که دوچندان آمار اضافه تر داره. و نظر به سال گذاشته، امسال آمار ارقام خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده. خانم فرید، شما چی رایه برای خانم حافظه پیشنهاد میکنین؟
ما فکر میکنم که موجودیت دائمی از اینا در خانه امن که امکانات خانه های امن هم این نیست که اینا را یک طویل مدت نگهداری کنن راه درست نیست. حالا که نشرات را که یا آمار که راه میشه از خشونت علیه زن در افغانستان و روز به روز سطح از این آمار بلند میره، ضرورت احساس میشه که دولت یک سیستم حمایتی را برای او زنایی که قربانی خشونت هستن ایجاد کنن. چرا یگانه کسی که در قبال این چنین اشخاصی که هیچ کسی نیست که اینا را حمایت کنه دولت است. من پیشنهاد میکنم که برای هرچی بیشتر توسل از اینا به اجتماع دوباره اقدام صورت بگیره. نهادهای عدلی و قضایی و خصوصا نهادهای دفاع از حقوق زن برای گرفتن حق میراث از این مادر و دختر کوشش کنن، قضیهشون به محکمه باید برده شوه. اگر قضیه جزایی را اینا تعقیب نمیکنن دولت مسئولیت داره که چنین جرایم جلوش بگیره و مرتکبین چنین جرایم به جزایشون برسونه. ولی برای رسیدن به حق به اینا باید نهادهای حقوق دفاع از حقوق زن برای رسیدن به حقشان اینا را همکاری کنن و میراث از اینا را یا حق میراث از اینا برشان باید سپاریده شود. و از سوی دیگر یک سیستم، من پیشنهاد میکنم به دولت افغانستان که یک سیستم حمایتی برای زنایی که قربانی خشونت هستند در افغانستان ایجاد شود که تا او سیستم بتانه از اینا من حیث یک خانواده یا من حیث عضو یک خانواده که مورد خشونت قرار گرفته حمایت کنن و اینا را از اجتماع تجدید نسازن. ممنون استاد. دوستان عزیز، برنامه به اینجا به پایان رسید. با امید از این که دامنه خشونت از خانواده ها برچیده شود برنامه را به اینجا به پایان می رسانیم. تا برنامه دیگر، ایام به کامتان باد. شبتان خوش.